از نگاه مسعود رجوی. اگر یادتون باشه در فاز سیاسی 50-60 نفر اونا میکشتند و ما میخوردیم و دم بر نمی آورد. 4000 تا قبل از 3 خرداد زندانی شکنجه شده داشتیم. البته خمینی اون زمان کارش رو تحت عنوان مردم و مردم پیش میبرد. در روز 3 خرداد هم دیگه دید اون امت همیشه در صحنه فایده ای نداره و فرمان خمینی که از رادیو خونده شد این بود که به اذن ولایت فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آتش میگشاید به روی منافقین الی آخر. ما در فاز سیاسی نهایت انضباط و نهایت متانت و صبر بردباری رو به کار برد. یادتون هست که بعد از اینکه تحریم کردیم قانون اساسی رو، قانون اساسی ولایت فقیه رو، گفتیم آقا ما تحریم کردیم. خیلی خمینی پیغام پسخان فرستاد که این کار نکنه، ما نمیتونیم که. خب بعد ما به گونه دموکراتیک گفتیم آقا چون قصد قهر نداریم، قانون اساسی رو قبول نداریم، تحریم کردیم. ولی چون که رژیم تنوز مشروعیت سیاسی داره، مشروعیت سیاسی داره یعنی که زمان مبارزه قهرآمیز بهش نرسیده، نه مشروعیت تاریخی، نه مشروعیت ایدئولوژیک. چون مجاهدین از اول اینو قبول نداشتن که این رژیم مشروعیت ایدئولوژیک به معنی اسلامی داشته باشه، گفتن آه این اسلام نیست که، این دجالگریه، این ارتجاعه. گفتیم که مشروعیت تاریخی نداره، ولی ما دست به سلاح نمیبریم. تا روز وارد انتخابات ریاست جمهوری شدیم، یادتون هست که کاندیدای مجاهدین در اون موقع که خود من بودم از حمایت تمامی نیروهای دموکراتیک، ترقی‌خواه، انقلابی و اپوزیسیون برخوردار، مثلا تمام احزاب کردستان، کلیمی‌ها، مسیحی‌ها، غیر از اونایی که با رژیم بودن همدست بودن، روشنفکران کلیمی، اطلاعیه‌ها هست، مجاهدین اون زمان لابد دیدی. وقتی که کار جدی شد، خمینی با فتوا وارد شد. به کسی که خطابش به من بود، به ولایت فقیه رأی نداده و اعتقاد نداره، نمی‌تونه شرکت. من منتظر همین بودیم. گفتیم ها ما نخواستیم، خواستیم فاش بشه که موضوع چیه. هدف رئیس جمهور شدن ایران نبود. میگفتیم شعار آزادیست ولا غیر، به صورت کاملا تیز، یک پایه مونیستی یعنی یگانه. پس ما رفتیم پای انتخابات ریاست جمهوری. وزیر کشور اون موقع رفسنجانی بود، من رفتم دیدنش برای اعتراض. گفتم آها مگه شما ثبت نام نکردید کاندیدا رو؟ گفت چرا. گفتم پس این چه وضعشه؟ خب امام فوق قانونن، من چیکار کنم؟ ما میخواستیم که قهر و برخورد سلاحانه پیش نیاد. بعد بهانه کرد خمینی که آقا شما سلاح دارید. یادتون باشه چندی قبل از 3 خرداد من خودم نامه نوشتم و گفتم که آقا اگه مشکل سلاحه بفرمایید، این سلاحهای ما، اجازه بفرمایید بیایم خونتون خدمتتون اونجا حرفها رو بزنیم، نه حرف خودمون رو، حرف ملت ایران رو. براش لیست کرده بودیم که حرفامون چیه: حقوق زنان، حقوق ملیتها، سرکوب، اعدام، شکنجه، فقدان امنیت اجتماع، اینا همه اسمدش هست. بعد دیدید خمینی اومد تلویزیون گفت که شما چرا، من میام خدمتتون. معلوم بود که تصمیمش رو برای 3 خرداد گرفته. جواب ما هم روشن است، در مورد آزادی و استقلال ایران هیچ گونه کوتاه آمدنی، نه نه نه، به هر قیمت. همه قیمتش اونگاه باید بریم، مگه چاره دیگری هست؟ مگه ما قهر رو خواستیم؟ گفتیم ما حرف ما اینه، آزادی چی شد آخه؟ مردم گفتن آزادی یا این که تو میگی که اسلام نیست که. چه کسی گفته این اسلامه؟ کجا اسلام گفته؟ رو سری یا تو سری؟ همون اوائل پسر خمینی احمد به خودم گفت خب حاضرت امام با هر کی وارد جنگ میشه در جنگ بشین؟ گفتی ها چه موقع جنگه؟ یه جنگی نداریم که. جنگ با کی؟ حاضرت برید علیه کمونیستا در دانشگاه صحبت کنید؟ نه حاضر نیستی. حاضرم نیستیم که دست آقا رو ببوسید. آخرین بار ابتدای سال 58 رفتیم به قم، یه هیئت مبسوطی بودیم 10-20 از بچه‌ها، من جمله من و موسی. خب ایشون وقتی وارد میشد بعد همه مقامات دستشو میبوسیدن. ما چیکار کنیم؟ ما بلند شدیم، خب مثل معمول سلام علیک و رو بوسی کردیم. دیدیم آقا دژم شد یه دفعه. بعد شروع کرد به جیغ و داد که اینجا عکس نگیرید. منم به بچه‌ای که اونجا عکس میگرفتن دوربینو برگردوندم و گفتم بدین بشو. واضح بود از چی ناراحته. پس ما نبودیم که قهر می‌خواستیم، ولی البته حقوق ملتمون رو می‌خواستیم. اما بعد از 3 خرداد اون بودی که بچه‌ها رو سر بریده و عکسشون رو انداخته توی روزنامه و گفتم کی اسم اینا رو بلده؟ چون اینا با خروش زنده باد آزادی و مشت گره کرده چوبه‌های هیربارو می‌رفتن. قرار بوده است که اونجا ما هم ساکت بنشینیم. برای چی؟ مگر که حزب توده این بعد از 28 مرداد؟ یا قرار بوده است که بترسیم که ما میگویند تروریست؟ عجبا چی کار کنن؟ قرار بوده است که ما مثل مجاهدین صدر مشروطه، مثل ستارخان،
مثل میرزای جنگل، مثل هر آدم با غیرت، با افتخار تمام پرچم مبارزه رو در مقابل این رژیم بالا و بالاتر ببریم. اگر هم که مردم ایران حامی ما نبودند، لابد که تا به حال نه 7 بار 70 بار از لحاظ سیاسی، با اون قتل عام وحشیانه زندانی ها، با اون 100,000 اعدام، با این همه توطئه های سیاسی و نظامی و تروریستی، نه 7 بار که 70 بار کفن پوشونده بودیم.